در شورای حقوق بشر که سالی سه بار برگزار میشه در شهر ژنو سوئیس، که خوشبختانه من در فکر کنم 25 دوره از اونو حضور داشتم، در سالن‌های شورای حقوق بشر خب سالن‌های خیلی زیادی داره، نزدیک به 38 سالن داره، که از این 38 تا سالن یک سالن به عنوان سالن اصلی شورای حقوق بشر هستش، که یک کاملا سالونی هستش که بیه سالن مجلس های تمام کشور هاست، به اون شکل درست شده و در اونجا هر روزی از اون شورای حقوق بشر مختص به یک برنامه یه که بهش میگن آیتم، آیتم یک، آیتم دو، آیتم سه، آیتم چهار، و این آیتم ها هر کدوم شامل یک موضوعی میشن. مثلا به عنوان مثال آیتم شماره 7 در مورد اعدام، یا مثلا آیتم شماره 15 در مورد اقل مشکلات قومی و قبیله‌ای و خیلی چیزهای دیگه است. و در اون جلسه کشورها وظیفه دارن که هم از خودشون دفاع بکنن، هم اگر اطلاعاتی در مورد کشورهای دیگه دارن، عنوان مثال را دیگر اینطوری بگم خیلی بهتره، زیرابزنی کشورهای دیگر بکنن. و در شورای حقوق بشر متاسفانه کشورهایی که با هم خصومت دارن، خصومت‌های سیاسی دارن، این اتفاق براشون میفته. مثلا ایران میاد در مورد جنایت‌هایی که مثلا جنایت‌های حقوق بشری که آمریکا داره میکنه، میاد اونجا این مسئله رو در میون میذاره با تمام اعضا. اینجا خیلی از کشورهایی که در اونجا هستن به حمایت از آمریکا دفاع میکنن، و یا اینکه بعضی از کشورها به حق از ایران در مقابل آمریکا جبهه میگیرن. و چند وقت پیش شب بود که یک اختلافی بین کره جنوبی و کره شمالی اتفاق افتاده بود، که این کشورها رو میدونید با هم دیگر مشکل هستن. کشور چین این وسط از آب گلال اومد ماهی بگیره که و نسبت به کره شمالی اومد جبهه بگیره، و یک شاهد آورده بود از اون نقص حقوق بشری که وجود داشته، شاهد آورده بود، هیچ کس این شاهد اصلا نمیدونست کجاست، و این با اسکورت و بادیگارد آوردن، و اون آدم اونجا اعتراف کرد که در کره شمالی این بلاها رو کره شمالی سرش آوردن، و این آدم یک آدم با ملیت تحت کره شمالی هستش، که اون وسط یک سری اختلافات و دعواها شد. این دقیقاً وجود داره در آیتم ها که هر روز اتفاق میفته، به یک آیتم رسیدگی میکنن، و در اون آیتم کشورها در مورد هم دیگه نظر میدن. حالا که نارین همه اینا، کشورها رای گیری هم میتونن بکنن در اونجا. مثلا پرزیدنت اون اجلاس که عموما در هر اجلاسی دو نفر یا سه نفر هستن، حالا به روز بخاطر اینکه خسته نشن هر روز یک نفر میاد، اگر به اجماع برسه، یعنی اینقدر اون شواهد براشون قابل اجرا باشه که تذکر میدن. مثلا در مورد اعدام ها به ایران بارها تذکر داده شده. کاش که آقای شفایی الان در اتاق بودن، چون یک اتفاقی که آقای شفایی خودشون شاهدش هستند. آقای شفایی شما در اتاق هستی؟ دقیقاً عید دو سال و نیمه پیش بودش که ما در شورای حقوق بشر مشغول کار بودیم، که آقای شفایی از طریق ایمیل به من پیغام دادن که حکم اعدام خانم ریحانه جباری اومد، و ما در دقیقاً همون روز آیتمی بودش که در مورد اعدام ها بود، و ایرانی که از اون کشورهایی بود که باید در مورد اعدام های ایران میکنه توضیحاتی میداد، که نماینده ایران صبحش برگشت گفتش که ما در ایران اعدامی نداریم به اون صورت، و خیلی چیز کمیش بود که زمانی که این حرف رو زد تمام سالن خندیدن. یعنی اون خنده من دقیقا هم تو ذهنم هست، خنده طوری بودش که ما که یک NGO بودیم و داشتیم که فعالیت میکردیم، خودمون تعجب کرده بودیم، ما خودمون اینقدر نخندیدیم که مردم کشور دنیا خندیدن، و گفتش که ما اعدامی در ایران نداریم به اون صورت، و اعدام هایی که وجود داره اعدام هایی هست که به خاطر قاچاق مواد مخدر انجام میشه. از روی خواست خدا بود، حالا هر چی بود، آقای شفایی همون روز ساعت فکر کنم 12 ظهر بود، کاش که بودن، ایمیل به من دادن که یک خانومی در ایران به نام ریحانه جباری دارن حکم اعدامش اومده. حتی آقای جبایی هم از چیزی اطلاع نداشتن، فقط همینطوری گفتن که ما اگر میتونیم در جنب کاری انجام بدیم. وقتی این اتفاق در صبح اتفاق میفته، بعد از ظهر به بعد NGO ها میتونن صحبت بکنن. گروه هایی هستن که همونطور که آقای شفایی گفتن دولت ایران اوایل این کارو نمیکرد، ولی وقتی دید خیلی در موردشون خیلی دارن جبهه گیری میکنن، از خودشون NGO آوردن از ایران، یعنی صادرات NGO کردن به ژنو.
مثلا به عنوان مثال خیلی از کسانی که به قول معروف در مورد کار پزشکی تخصص داشتن رو به عنوان NGO وارد کردن که اگر در مورد اعدام میشه اگر 20 تا مخالف داره NGO ها به علاوه کشورهای دیگه بتونن دفاع کنن از کشور ایران. حالا این وسط کشورها چجوری متوجه میشن که در ایران چه اتفاقی داره میفته که بخوان موضع بگیرن؟ همیشه در لابی سازمان ملل کشورها با هم دیگه آدمهایی رو دارن که مثلا از NGO که ما هستیم میریم با کشور برزیل ارتباط برقرار میکنیم و بهشون میگیم در ایران چه اتفاقاتی داره میفته و با مدرک، نه اینکه فقط حرف بزنیم، بگیم مثلا در هانوفر هر روز دارن یه نفر رو میکشن، یه همچین چیزی چون واقعیت نداره. با مدرک باید بهشون ثابت بکنیم که اتفاقات داره میفته. در ایران کودکان کار بسیار زیادن، در ایران فساد در اقتصاد کشور خیلی زیاده، در ایران ختنه زنان داره صورت میگیره، در ایران و خیلی چیز دیگه. بعد به اینا مدرک نشون بدیم که اون کشور رو بقبولونیم که بابا اون چیزی که نماینده ایرانی میگه فقط گوش نکنید، چیزهایی که مخالفان هم دارن میگن گوش کنید، اونم با مدرک هستش. و اینا بعدا توی سازمان ملل میان در قبال و صحبت مطرح میشه. چیزی میخواستیم تذکر بدیم به روی این حساب هستش که اطلاعات کشورها از اینجا سرمنشأ میگیره. و این کشورها میان صحبتشون میکنن، کشور ایران صحبتشون میکنه و بعد میان در مورد مسئله اون هشدار به کشور ایران میدن. میگن کشور ایران بنا به اتفاقاتی که داره میفته و حرفایی که زده میشه و مدارکی هم که موجود هست، میان هشدار میدن که کشور ایران شما دو سال و نیم سه سال وقت دارید تا مسئله اعدام ها رو یا کم بکنید یا بردارید. کشور ایران بعد از 2 سال باید بیاد جواب بشه که به اون میگن UPR. که حتی کشور آمریکا نیز این مسئله براش انجام، یعنی خیلی از کشورها در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا تذکر به کشور آمریکا دادن، شورای حقوق بشر این تذکر رو قبول کرد و به دولت آمریکا هشدار داد که این مسئله رو حتما باید رفع رجوع بکنه. در کنار تمامی اینها من یکم هر دوستا داشتم گوش میکردم یه خورده گم کردم این مسئله رو. در اینجا هستش که این کشورها میان به دولت ایران هشدار میدن و دولت ایران باید اون مسئله رو حل کنه. اگر حل بکنه این مسئله رو که با مدرک باید نشون بده و باز هم این برای NGO ها و مخالفین بازه که بخوان از اون کاری که ایران کرده یا نکرده یا دفاع بکنن یا دوباره نقدش بکنن، که در اونجا هستی که سازمان ملل میتونه تصمیم بگیره که ایران رو محکوم بکنن، که محکومیت ایران در شورای حقوق بشر کم نیستش، بسیار زیاده. مدرک از سازمان ملل باید چجوری باشه؟ شاهد میتونه باشه، یعنی میتونید شما شاهد بیارید، همونطور که کشور کره جنوب چین برای حمایت از کره جنوبی شاهد برای کره شمالی آورد. و مدارکی که موجوده، ببینید الان شما میگید شواهد، خب ایران متاسفانه در این 6 سال گذشته زمانی که احمد شهید مسئول بازداشت شورای حقوق بشر ایران بود نتونست ورود پیدا بکنه به ایران. خیلی از کشورها هستن که بازرس‌ها وارد اون کشورها میشن و اون کشورها رو میتونن کنترل کنن. به عنوان مثال ابو سعیدی مثلا در کشور سوریه، یک شاعری مثلا که در کشور سودش و ایشون در زندان هستن و همه میگن آقا ایشون در زندان هستن، بازرس شورای حقوق بشر میتونه بره به سوریه و میتونه کنترل آیا آدمی که در زندان هستش وضعیتش چطوریه، بهش میرسن یا اینکه نه تحت شکنجه است در زندان، یا اینکه داره حالا تو زندان حکم میشم گرفته داره زندانیشو میکشه و چیکار کرده و و و و. ولی متاسفانه ایران بازرس ویژه رو به کشور ایران راه نداد و این شبهات رو خیلی بیشتر کرد برای تمام کشورها. و تمامی چیزایی هم که داریم میاد، خب مدارک خیلی موجود هست. من یادمه دقیقاً از سال 88 اون اتفاقی که در سال 88 انتخابات ایران افتاد، خیلی از کسانی که از ایران اومدن بیرون، من خیلی راحت بگم آدمهایی بودن، پسرهای جوانی بودن که در زندان در اون دوره بهشون تجاوز شد و همه تونم در جریان هستید.
خیلی از اینا بعد از گذشت چند سال از کشور اومدن بیرون از شواهدشون داشتن، یعنی چیزی نبودش که وجود نداشته باشه. خودتون میدونید اینجا آره کشورهای پیشرفته‌ای هم هستن. اگر من نوعی رو بخوام ببرم برای آزمایش مشکلات روانی، میتونم تشخیص بدم که من چه مشکلاتی رو کامل نتونم بگم، ولی اگر من اشتباه بکنم و دروغ بگم متوجه میشن که من دارم دروغ میگم، و اگر چون به روحیه من این انگ چسبیده که من مشکل داشتم یا نداشتم، بلکه اتفاقات زیادی هستش، این اتفاقات متوانه افتاده و شواهد آدم هایی هستن که مثلا من الان ببخشید الان دقیقا حوزه ندارم، اگر برام کنم بکنید چون میکنم توی صحبت رفتن کنم رفتید کشیش آبدینی که چندین سال در زندان ایران بودن، ایشون خانومشون در تمامی شورای حقوق بشر شرکت میکردن و تمامی مدارکی که از شوهرشون داشتن رو ارائه میکردن، یعنی چیزی بودش که همسر اون آدم مدارک مطمئنن معتبرتری داره. این متاسفانه این اشتباهه ولی نه پیگرد قانونی نداره، نباید همچین چیزی باشیم برای خود دولت ایران بده که اجازه نمیده. قبل از این هم اینطوری بوده و قبلهاش بازرسای دیگه هم که بودن متاسفانه ایران به هیچ کدومشون حق ورود به ایران رو نداد و متاسفانه بهشون انگ همدستی با اسرائیل و همدستی با آمریکا و فقط دروغ گفتن رو داده. همونطورم که از احمد شهید رو به عنوان کسی که جاسوس اسرائیل هستش قلمداد کرد کشور ایران در چند وقت اخیر. خب ما در مورد آیتم ها توضیح داریم، در مورد یو پی آر هم توضیح داریم و من توضیح دادم، امیدوارم که دوستان تقریبا از حرفای من برداشتشون رو کرده باشن. اگر برداشت نکردن با کلمه پنج به من یادآوری بکنن که شاید من بد توضیح داده باشم. در مورد عضویت شورای حقوق بشر هم که گفتم 47 تا کشور هستن که به صورت گردشی میتونن عضویت شورای، درست کشورهای زیادی هستن در شورای حقوق بشر، ولی 47 کشور همیشه به عنوان کسایی که حق رأی بهتر، یعنی کشورهایی که حق اعمال نظر دارن در این کشورها وجود دارن. ما کشورهای خیلی زیادی داریم که خودشون نقص حقوق بشر رو در کشورشون دارن، مثل چین، مثل عربستان، که کشور مثل البته خیلی کشورهای دیگه هم هست من یاد دقیق حضور ندارم، که این کشورها متأسفانه در عضویت شورای حقوق بشر در میان و اونم به خاطر لابیگری هایی هستش که انجام میشه. این لابیگری واقعا مهمه. خیلی از دوستان من، حتی من، نه خیلی از دوستان من که شاید به زبانهای خیلی زیادی سازمانهای ملل کنترل بکنن، شاید بهتون دروغ نگم در زمانی که یک ماهی که شورای حقوق بشر هستش، اینا بنده خدا شبانه روزی دارن لابی میکنن با کشورهای مختلف، یعنی واقعا کار نتیجه بخشی هستش. اینطوری بگم خیلی بهتر، خستگیش بعد از اینکه به نتیجه میرسه خستگی از دست از طرف دوستان خارج میشه که میتونن لابی بکنن، ولی متاسفانه کشور عربستان و چین به خصوص عراق که اونم اونجا هم کم نقص حقوق بشر وجود نداره، این کشورها باز هم به عضویت شورای حقوق بشر در اومدن، ولی کشور ایران که طبق معمول هیچ وقت در نمی اومد این بار هم در نیومد، ولی کشور روسیه فکر کنم من دقیقاً از سال 2006 آره از سال 2006 این اولین باره که روسیه در عضویت شورای سالانه حقوق بشر در نیومد و اینم خودش جای بسیار سواله و امیدوارم که تونسته باشم حق مطلب رو ادا بکنم.